سلام، خوش اومدین به کانال بزرگ پاپکورن مدیا. این روزا یه فیلم کمدی جدید روی پرده سینما رفته که اتفاقا فروش خیلی خوبی داره و تونسته چند تا رکورد هم توی همین روزای شروع اکران بزنه. فروش فیلم سال گربه توی هفته اول به اندازه ای خوبه که به رقیب بزرگ و جدی تمساح خونی اولین فیلم 100 میلیاردی سال تبدیل شده و با هم دیگه یه منوی جذاب رو توی گیشه سینما درست کردن. داستان سال گربه درباره جوانی به اسم جهانگیره که متولد سال گربه است. جهانگیر که از همون بچگیش خیلی دوست داشته معروف بشه، دچار یک بدشانسی عجیبه. هر 12 سال یه بار که سال گربه میشه، هر کس با جهانگیر تعامل کنه و نزدیکش باشه ممکنه دچار مشکل شه یا حتی بمیره. وقایع فیلم هم توی 36 سالگی جهانگیر که بازم سال گربه است میگذره و جهانگیر کلی تلفات جدید به بار میاره. اما این نحسی عجیب با همه مصیبتاش کم کم جهانگیر رو به شهرت میرسونه. بازیگر اصلی فیلم هم همونطور که تو تصاویرش دیدین بهرام افشاریه که نقش جهانگیر رو بازی میکنه. سارا بهرامی در نقش همسر هندیش جلوی دوربین رفته و چند تا بازیگر دیگه مثل هومن برق‌نورد، لادن ژافه‌وند و شبنم قربانی نقش‌های مکمل تو این فیلم دارن. رضا رشیدپور، حمید معصومی نژاد یا همون روم معروف، علی اوجی هم حضور کوتاهی توی سال گربه دارن و نقشای خودشون رو بازی میکنن. توی یک سکانس خیلی کوتاه هم مهرداد صدیقیان هست و نقش یک بازیگر معروف سینما رو بازی میکنه. سازنده ی فیلم سال گربه مصطفی تقی‌زاده است که قبلا برای کارگردان سریال جنایی حرفه‌ای و فیلم درام زرد شناخته میشد و حالا نویسندگی فیلمنامه و کارگردانی سال گربه رو انجام داده. سعید خانی هم که قبلا کمدی موفق لونه زنبور رو تهیه کرده بود، تهیه کننده این فیلمه. سال گربه ایده بامزه و جذابی داره، ولی عیبش اینه که قصه زیادی نداره و بیشتر یه ایده و موقعیتیه که باهاش شوخی میشه. البته شوخیاش خیلی از مخاطبا رو میخندونه، ولی احتمالاً به پای تمساح خونی نمیرسه. اتفاق جالب این که جهانگیر فیلم سال گربه یه جورایی همون شخصیت بهرام افشاری فسیله، با همون سیبیل و همون اکتاو و همون شکل حرف زدن. رو همین حساب بهرام افشاری که این روزا توی بورسه و هر کاری بکنه تماشاگرای سینما میخندن، تونسته توی سال گربه هم از مخاطبا دلبری کنه. از اکران سال گربه حدود 6 روز گذشته و تو این مدت این فیلم کمدی تونسته 150 هزار تماشاگر رو به سالن سینما بکشونه و به یک فروش 10 میلیارد تومانی هم برسه. این فیلم همین اول کاری با 2 میلیارد و 300 میلیون تومان رکورد فروش روز اول و با 7 میلیارد و 655 میلیون تومان رکورد فروش روز دوم سینمای ایران رو شکسته تا نشون بده که با توپ پر اومده سینما. شما چی؟ فرصت کردین تو این مدت کوتاه برین سینما و سال گربه رو ببینید؟ اگر دیدینش حتما نظرتون رو پای همین ویدیو برای ما کامنت بذارید. کانال پاپکورن مدیا رو سابسکرایب کنید.